So I now invite the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Mr. Ahmed Shahid. بینندگان عزیز تلویزیون ملی ایران، سیمای آزادی، سلام دارم خدمت همه شما. گزارشی رو تهیه کردیم برای شما از جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که طی اون احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، تازه ترین گزارش خودش رو به این کمیته ارائه کرد. این گزارش در واقع منتخبی هست از سخنرانی های این جلسه، سخنرانی احمد شهید و بعد هم هیئت‌هایی که در مورد اون صحبت و سوال کردند. در شروع احمد شهید گزارش خودش رو خوند. البته می‌دونید که این گزارش مدتی قبل منتشر شده بود، در خبرها هم اومده بود، ولی نکات جدید و موارد جدید نقض حقوق بشر و جنایت‌های جدیدتر رژیم آخوندی بهش اضافه شد. احمد شهید در سخنرانی خود گفتش که وضعیت حقوق بشر در ایران عمیقا شوکه کننده است و تحولات اخیر وضعیت رو بیش از پیش وخیم میکنه. موضوعی که به طور خاص هشدار دهنده است افزایش اعدام ها در سال گذشته است. حداقل 852 نفر از ماه ژوئن سال قبل تا کنون اعدام شده اند. 799 تن از اونها بعد از اینکه من در سال گذشته در این کمیته سخنرانی کردم اعدام شدند. از جمله به اعدام 8 نوجوان اشاره میکنه. Of particular alarm is a surge in executions this past year. At least 852 individuals have been executed since June of last year. Some 799 of these individuals were executed since I addressed the assembly the committee last year, including 8 juveniles. The majority of these executions continue to be for alleged crimes that do not meet international standards. احمد شهید اضافه کرد که اغلب این اعدام ها بنا به جرایم انتصابی صورت میگیره که با استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد، از جمله اتهام های سیاسی یا اتهام حمل مواد مخدر و اتهام فساد. اعدام ریحانه جباری، زن جوانی که متهم به قتل مردی بود که به گفته او قصد تعرض به وی را داشته، به رغم فراخوان‌های مکرر و روشن جامعه میدان مللی برای توقف اون صورت گرفت. من همچنین گزارش‌های هشداردهنده زیادی رو درباره حبس‌های انفرادی، اعدام‌های مصنوعی، تهدید به تجاوز، کتک زدن‌های شدید، استفاده از شوک الکتریکی و سوزاندن دریافت می‌کنم که این اقدامات به منظور گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت شدگان صورت می‌گیرد. اینها نشان دهنده بکارگیری گسترده و نهادینه چنین اعمالی توسط رژیم ایرانه. این افراد میگن از چنین اعترافات اجباری در محاکمه شون علیهشون استفاده میشه. I continue to receive frequent and alarming reports about the use of prolonged solitary confinement, mock executions, threats of rape, severe beatings, suspension, electroshock and burnings to solicit confessions from detainees, indicating the widespread and systematic use of such practices. Individuals also continue to report that information obtained under these conditions is used as evidence against them during trial. Madam Chair, a few weeks ago the High Commissioner for Human Rights reminded us that چند هفته پیش کمیسر عالی حقوق بشر خاطر نشان کرد که دفاع از حتی بنیادین ترین حقوق در بسیاری از کشورها کار خطرناکیه. وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران رو هم باید در همین چارچوب توصیف کرد. اونها با کارزار بدنامسازی مواجهند. به اونها گفته میشه که تروریست، مأمور خارجی یا جاسوس هستند. احمد شهید در قسمت دیگه ای از سخنرانیش به سانسور اینترنت و مطبوعات پرداخت و از جمله اشاره کرد که شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و یا توییتر همچنان برای کاربران غیر دولتی ممنوع هستند و صدها سایت هنری، اجتماعی و خبری مسدود باقی موندند. در مارس من گزارش کردم که بیش از 800 زندانی عقیدتی تحت بازداشتند. امروز حداقل 35 زندانی هم در زندان به سر میبرند. در بخش دیگه از گزارشش، گزارشگر ویژه سازمان ملل به سرکوب اقلیت‌های مذهبی پرداخت. از جمله گفت که دست کم 300 تن از پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران تحت بازداشت به سر میبرند، شامل 126 بهایی، 49 مسیحی
مسیحی، 9 تن از دراویش و همچنین گروندگان سایر ادیان و دست کم 150 تن از اهل سنت هم اکنون در زندان هستند و به بسیاری از آنها اتهام‌های جدی امنیتی زده شده. Madam Chair, laws, policies and practices that discriminate against Iranian women and girls continue to institutionalize. احمد شهید در ادامه گزارشش به قوانین زن ستیزانه و سرکوب زنان و دختران ایران پرداخت. به عنوان یک نمونه از تبعیض علیه زنان به کاهش تعداد دختران دانشجو برای ورود به دانشگاه اشاره کرد که نتیجه سیاست سهمیه بندی جنسیتی رژیم ایرانه. او همچنین گفت که ایران از پایین ترین نرخهای حضور زنان در بازار کار کشور رو داره. در ادامه گزارشش احمد شهید به موج اسید پاشی به زنان به طور مشخص در شهر اصفهان پرداخت و این اقدام رو وحشتناک توصیف کرد. گفتش که چنین وقایعی که رخ میده در ایران یادآوری دیگه‌ای هست که نشون میده اقدامات بسیار زیادی باید برای مقابله با تبعیض علیه زنان صورت بگیره، از جمله حفاظت اونها در برابر خشونت هم در اماکن عمومی و هم در اماکن خصوصی. Madam Chair, the spate of horrific acid attacks that took place in Isfahan last week are another reminder that there is much to be done to promote respect for women's rights in the country, including by respecting their right to be free from violence in both public and the private sphere. گزارشگر ویژه ملل متحد در پایان صحبتهاش خواهان این شد که رژیم آخوندی گردن بگذاره به قوانین و مقررات حقوق بشری بین المللی. بعد از اینکه احمد شهید گزارشش رو ارائه کرد، رئیس جلسه در کمیته مجمع عمومی، کمیته سوم مجمع عمومی، از سایر هیئت‌های حاضر خواست که صحبتهای خودشون رو بکنن، اگر نکته یا سوالی دارن در میان بگذارن و اول از همه هم نوبت نماینده هیئت رژیم آخوندی بود که طرف حساب این بحث بود، چون بحث بر سر نقض حقوق بشر در ایرانه. نماینده هیئت رژیم با وقاحت تمام گزارش احمد شهید رو ناعادلانه خوند و شروع کرد خلاصه نسبت به اون سوز و گداز کردن. می گفت که انگیزه های این گزارش سیاسیه به ادعای اون طبق. البته بعدش هم سایر هیئت ها شروع کردن به سخنرانی، به جز تعداد معدودی از حکومت هایی که بانیان مماشات هستن یا اینکه منافع مشخصی در روابطشون با رژیم آخوندی دارن، همه شروع کردن به اشاره و محکوم کردن موج فزاینده اعدام ها به خصوص در دوران آخوند روحانی و به موارد مختلف گزارش احمد شهید پرداختند، از جمله هیئت هایی که در این جلسه کمیته سوم مجمع عمومی تلاش کرد به دفاع رژیم آخوندی به پردازه. هیئت رژیم سوریه و نماینده بشار اسد بود که در سخنرانیش تلاش کرد از رژیم آخوندی دفاع کنه. اما به صحبت های سایر نمایندگان و در واقع مختصری از اونها من میپردازم. نماینده کشور کانادا اعدام ریحانه جباری رو مورد اشاره قرار داد و گفت ریحانه گفته بود که در دفاع از خودش اقدام کرده، ولی این موضوع به نحو درستی مورد تحقیق قرار نگرفت و حقوق او ازش سلب شد. نماینده کانادا افسود که از سال 2012 به هیچ نماینده سازمان ملل که دارای یک مندیت باشه اجازه بازدید از ایران داده نشده. به تعداد اعدام ها رو چشمگیر توصیف کرد و همچنین به موج دستگیری روزنامه نگاران و فقدان آزادی بیان در ایران اشاره کرد. Canada notes that no UN special procedures mandate holder of any kind has been granted the opportunity to visit the Islamic Republic of Iran since 2012. بعد از اون نماینده آمریکا سخنرانی کرد، گفت که ایالات متحده همچنان نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران داره، وضعیتی که رو به وخامت گذاشته. ما عمیقا متاسفیم که رژیم ایران اجازه دسترسی احمد شهید رو به ایران نداده، به رغم اینکه چندین بار هم ازش درخواست شده. سرکوب علیه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان ادامه داره و اقلیت‌ها هم تحت سرکوب هستند و مورد دستگیری خودسرانه قرار می‌گیرند. آمریکا نسبت به ادامه شکنجه و سوء رفتار با زندانیان عمیقا نگرانه و همچنین گزارش‌هایی از حبس‌های انفرادی و فشارهای روانی وجود داره.
United States is greatly concerned about the ongoing reports of the government security forces continuing to torture and abuse detainees and prisoners. در ادامه جلسه نماینده مالدیو سخنانی رو ایراد کرد و نگرانی کشور خودش رو از ادامه محدودیت‌های آزادی بیان، انجمن و تجمع در ایران بیان کرد و در قسمت دیگه هم به دستگیری‌های خودسرانه توسط رژیم آخوندی پرداخت. Thank you, Madam Chair. Mr. Special Rapporteur, the United Kingdom would like to thank you for your report and presentation to the committee. We strongly support your mandate and your role as Special Rapporteur, and we continue to be deeply concerned by the human rights situation in Iran. بعد هم نوبت به نماینده کشور انگلستان رسید که اول از همه از گزارش احمد شهید تشکر کرد، گفتش که از نقش گزارشگر ویژه و از کارش قویاً حمایت میکنه. اون اضافه کرد که ما همچنان نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم، نگران افزایش جدی تعداد اعدام ها به خصوص موج اعدام در سال گذشته هستیم. ما کاملا از درخواست احمد شهید برای توقف فوری و بدون قید و شرط به کارگیری حکم اعدام علیه نوجوانان حمایت میکنیم. رژیم ایران باید همچنین سنگسار رو متوقف کنه. انگلستان از درخواست احمد شهید برای تحقیقات درباره همه موارد شکنجه و سوء رفتار با زندانیان هم حمایت میکنه. انگلستان همچنین حمایت میکنه از درخواست احمد شهید برای آزادی بی قید و شرط همه اونهایی که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، تجمع و انجمن بازداشت شدند و همچنین آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی. Comme le rapporteur spécial le relève dans son rapport, de nombreux problèmes persistent en matière des droits de l'homme en Iran. Les modalités relatives à l'application de la peine de mort, la torture et les pratiques répressives, telles que les détentions arbitraires de défenseurs des droits de l'homme et d'autres voies critiques, ainsi que les violations des droits des femmes, sont à déplorer. نماینده کشور سوئیس، اون هم اول از همه از گزارش احمد شهید تشکر کرد و گفت که گزارشگر ویژه میگه که همچنان مشکلات بسیاری در زمینه حقوق بشر در ایران وجود داره، از جمله حکم اعدام، شکنجه، دستگیری خودسرانه منتقدان و مدافعان حقوق بشر، منتقدان رژیم و همچنین مدافعان حقوق بشر و نقض حقوق زنان. نماینده سوئیس به اقلیت‌های مذهبی و قومی هم اشاره کرد و گفتش که این اقلیت‌ها همچنان تحت تهدید سرکوب مداوم به سر می‌برند. We thank the Special Rapporteur on the Human Rights Situation in Iran, Mr. Shahid, for his report and reaffirm our support for his mandate. و اما نماینده نروژ در شروع صحبتاش گفت که ما از مأموریت احمد شهید دوباره حمایت میکنیم. بسیار نگرانیم از تعداد خیلی بالای اعدام ها در ایران، به خصوص نگران اعدام نوجوانان هستیم. اقلیت های مذهبی و قومی همچنان تحت سرکوب هستند. سانسور مطبوعات و اینترنت هنوز هم به صورت رایج ادامه داره. دستگیری روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها گسترده است. نروژ نسبت به دستگیری و بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق بشر نگرانه. کشور آلمان بعد نوبت بهش رسید و نمایندهش گفت که به رغم انتظاراتی که بعد از روی کار اومدن روحانی به وجود اومد، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیمه. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به درخواست‌های مکرر احمد شهید برای بازدید از ایران پاسخ مثبت بده، چون این هم مطابق استانداردهای بین‌المللیه. آلمان از اجرای مکرر و هشدار دهنده اعدام عمیقا نگرانه. ما به طور خاص از اعدام ریحانه جباری شوکه شدیم. نماینده آلمان همچنین به نقض حقوق پیروان مذاهب و آیین‌های مختلف در ایران اشاره کرد و گفت زندان‌های رژیم ایران همچنان مملو از کسانی که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی‌های بنیادین خودشون دستگیر شدند. ما به آزادی فوری و بدون قید و شرط اونها فراخوان می‌دیم. باید رژیم ایران حقوق همه زندانیان رو رعایت کنه، از جمله تضمین کنه منع شکنجه زندانیان رو. We are particularly shocked by the recent execution of Reyhane Jabari, despite serious concerns as to the circumstances of her case and the legal soundness of her trial. Thank you, Madam Chair. We also thank the Special Rapporteur, Dr. Ahmed Shahid, for his report and presentation to the committee. بعد از آلمان نماینده اتحادیه اروپا
سخنان خودش رو ایراد کرد و گفت که به رغم وعده‌هایی که رژیم ایران داده، نقض حقوق بشر در زمینه‌های بسیاری ادامه داره و در مواردی حتی وخیم‌تر هم شده. نماینده اتحادیه اروپا گفت باید رژیم ایران وعده‌هاش رو به اقدامات عملی تبدیل کنه. گزارش احمد شهید و گزارش دبیرکل سازمان ملل که قبل از اون منتشر شده بود نشان دهنده یک افزایش هشدار دهنده تعداد اعدام‌ها نسبت به اعدام‌های سال قبل که البته خودش هم در سال قبل تعداد بالایی بود. And urge concrete action to transform these pledges into concrete results. Mr. Special Rapporteur, your report and the report of the Secretary General refer to an alarming increase in the number of executions in relation to the already high rates of previous years. بعد از اون نوبت به نماینده جمهوری چک رسید که اول گفتش که ما با موضع اعلام شده اتحادیه اروپا همراهی خودمون رو اعلام میکنیم. بعد هم خودش اضافه کرد که احمد شهید نتونسته به ایران بره. جمهوری چک از گزارش‌های نقض حقوق بشر همچنان عمیقا نگرانه، از جمله اعدام‌ها که زندانیان سیاسی و نوجوانان رو هم در بر می‌گیره. و همچنین نقض حقوق زندانیان، فقدان آزادی بیان و حق تجمع و وضعیت زنان و اقلیت‌ها رو مورد اشاره قرار داد و گفت که وعده‌های روحانی جامعه عمل به خودش نپوشونده و ما با همین ارزیابی که توسط احمد شهید ارائه شد موافق هستیم. در پایان این قسمت از جلسه که به رژیم آخوندی و وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص داشت، رئیس جلسه در کمیته سوم مجمع عمومی از احمد شهید خواست به نکات و مواردی که هیئت ها مطرح کردن پاسخ بده و اگر نکته اضافه‌ای داره بگه. گزارشگر ویژه ملل متحد اول درباره ادعای رژیم آخوندی در مورد منابع خودش از جمله گفت که بسیاری از کسانی که من با اونها مصاحبه کردم در داخل کشور مصاحبه می کنند. بعد هم برخی دیگه از ادعای رژیم آخوندی رو پاسخ داد و درباره اقداماتی که رژیم باید در پیش بگیره، چون برخی از هیئت‌ها ازش در این رابطه سوال کرده بودن که رژیم چه اقداماتی رو باید در پیش بگیره. احمد شهید در این رابطه از جمله خواهان توقف بدون قید و شرط اعدام نوجوانان شد، گفتش که حتی قوانین خود رژیم هم مانع از تعلیق اعدام‌های علنی نمیشه. البته به صورت عام‌تر خواهان توقف حکم اعدام در ایران شد. احمد شهید همچنین گفت هیچ چیز مانع رژیم ایران نمیشه که زندانیان سیاسی رو آزاد کنه و باید هر موردی از شکنجه مورد تحقیق قرار بگیره و عاملان اون باید مجازات بشن. خب بینندگان گرامی، سیمای آزادی، این بود گزارش مختصری از جلسه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد و ارائه گزارشگر ویژه دبیر کل ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در ایران و سخنان سایر هیئت‌ها. تشکر میکنم از همراهی شما با این گزارش. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. There must be the policy that every time torture is reported, the state perform its duty to investigate and, of course, end such practice by penalizing those who are perpetrators.